برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. ابو حذیفه الانصاری سخنگوی جدید سنی های تندروی داعش در فایلی صوتی رسما کشته شدن ابوالحسین الحسینی القرشی سرکرده این گروه و دستگیری سخنگوی داعش به نام ابو عمر را تایید کرد. داعش با انتشار یک فایل صوتی بدون تاریخ تأکید کرد که ابوالحسین الحسینی القرشی سرکرده این گروه تروریستی در درگیری های ادلب در شمال غرب سوریه کشته شده است. گروه تروریستی داعش در این فایل صوتی اعلام کرد که ابو حفص الهاشمی القرشی را به عنوان سرکرده جدید خود انتخاب کرده است. آژانس غذایی سازمان ملل روز جمعه 13 مرداد اعلام کرد که شاخص قیمت برنج در ماه جولای 2.8% نسبت به یک ماه قبل افزایش یافته و به بالاترین سطح در 12 سال گذشته رسیده است. گفته شده اقدام هند برای محدود کردن صادرات برنج باعث شده قیمت آن در بازار جهانی افزایش یافت. هند که 40% از صادرات جهانی برنج را به خود اختصاص می‌دهد، برای پایین آوردن بهای مواد غذایی در داخل این کشور ماه گذشته دستور توقف صادرات برنج خود را صادر کرد. در هفته های اخیر به دلیل آب و هوای نامنظم که بر تولید تأثیر گذاشته، قیمت ها در هند به بالاترین حد رسیده است. در پی مسدود شدن یک کانال رادیو تلویزیونی محلی در شرق افغانستان از سوی طالبان، کمیته بین المللی حفاظت از خبرنگاران گفته که این گروه باید به سرکوب رسانه‌ها پایان دهد. این نهاد افزوده است اینکه طالبان به دلیل اشتراک زنان در یک جلسه آموزشی روزنامه‌نگاری یک رسانه را بستند، وحشتناک است. گفتنیست گروه طالبان 4 روز پیش با هجوم بر دفتر رادیو تلویزیون محلی همیشه بهار در استان ننگرهار کارمندانش را اخراج و دربش را مسدود کرد. روزنامه رسمی الوقایع مصر حکم درج نام برخی از سران اخوان المسلمین در فهرست سیاه تروریست را منتشر کرد. در دسامبر سال گذشته دادگاه جنایی قاهره مصر طی حکمی پس از درخواست دادستانی این کشور گروه اخوان المسلمین و 14 گروه دیگر را به مدت 5 سال در لیست گروه‌های تروریستی جای داد.